ای آن که در نگاه تو خورشید خفته است، من نامه را به نام تو آغاز می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بیننده های عزیز گرامی، سلام علیکم. امیدوارم هر کجای دنیا که هستی جور و صحت من بوده، زندگی سرشار از صفا و صمیمیت معنویت داشته باشید. ایام به کامتان باشه و طاعات عبادات و بندگی هایتان قبول و مقبول درگاه احدیت. ما هم خیلی خوشحالیم و خداوند را سپاسگزار که باز همین توفیق را داریم تا با برنامه دیگری از پنجره با صفا و با معنویت تلویزیون هادی رو برای شما خوبان و عزیزان هستیم. با کمال امتنان و افتخار با برنامه به وقت بیداری رو برای شما خوبان هستیم و در خدمت استاد خوب و بزرگوارم جناب دکتر توکلی، استاد دانشگاه و پژوهشگر. جناب استاد سلام بر شما. خیلی خوش آمدید. سلام و عرض ادب و احترام و تحیات خالصانه دارم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز ما در اقصا نقاط عالم، مخصوصا بینندگان و شنوندگانی که در کشور عزیز ما افغانستان بیننده برنامه هستند. سلامت باشین. امیدواریم که انشالله برنامه خوبی داشته باشیم. متشکرم، لطف کردین استاد. تشکر از حضورتان و خیلی خوشحالیم که در خدمتتان هستیم. استاد، موضوع هم طوری که شما در جریان هستید و بیننده های عزیز گرامی هم عنایت داره، خب اخلاق کسب کار و تجارت بود. در این قسمت خب جلسات بسیار زیادی را بحث شد و تمامی جلسات را بیننده های عزیز دیدن انشاءالله، و اگرم ندیدن این جلسات در صفحات اجتماعی ما، در صفحه آپارات فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام، در این صفحه بارگذاری میشه. شما میتونین از اونجا برین و بحث را به صورت جدی اگر خواستین دنبال بکنین. از اول با سر و ته و با تمام جزئیات بحث شده. استاد، در جلسه گذشته یادتون باشه بحث تجارت، تبلیغات در دنیای تجارت یک اشاره شد. ولی خب این بحث مهمیه و در امروز دیگه بحث شده که از همه امورات مهمتر. مشخصا موضوعی که استاد در خدمت شما هستیم امروز بازاریابی و تبلیغات تجاری هسته. بس یکی چی موارد را باید در بازاریابی و در تجارت، در تبلیغات تجاری باید مراعات بکنی؟ من بحث از اینجا شروع میکنم که میخوایم ببینیم که اصلا تبلیغات چی هست و نقش تبلیغات در تجارت چی هست و چرا در دنیای جدید این همه تبلیغات مهمه، در دنیای قدیم تبلیغات نبوده، و اصول اصلی و اخلاقی تبلیغات سالم چی هست. خیلی اگر عنایت داشته باشند بینندگان عزیز ما و همچنین حضرت عالی، ما اشاراتی کردیم در جلسات قبل که قبل از 400 سال پیش، قبل از آمدن مدرنیزم و تکنولوژی در عرصه زندگی بشری، خب انسان‌ها در جغرافیاهای مختلف بیخبر از همدیگه زندگی می‌کردند در شرق و غرب عالم، و هر کسی صبح و ظهر و شامش رو با همشهری‌ها و هموطنای خودش می‌گذران، از بقیه عالم خبر نداشت و ارتباطات اینقدر ارتباطات وسیع و گسترده نبود و به اصطلاح دهکده جهانی شکل نگرفته بود. سیارا در دنیای امروز با توجه به اینکه خب دنیای دیجیتال هست، دنیای تکنولوژی هست و ارتباطات بسیار وسیع و گسترده هست و همه در دسترس هم هستیم، این مسئله شامل تجارت و بازرگانی هم میشه. یعنی شرکت‌های بزرگی در اقصا نقاط عالم کالا تولید میکنن، خدمات تولید میکنن و هزاران کیلومتر او طرفتر محصولات اونها به دست مشتری میرسه. بنابراین اصلا بعد منزل و بعد مسافت در دنیای امروز خیلی معنا نداره. یک شرکتی در برزیل مثلا گوشت گاو تولید میکنه، در افغانستان، در ایران، در پاکستان به دست ما میرسه بعد از چند روز یا یک هفته مثلا، و خیلی از چیزهای دیگه. بنابراین لازمه ای کار اینه که در این تجارت تبلیغات باشه. اگر تبلیغات نباشه، جنس کالا و خدمات معرفی نمیشه، مشتری جلب نمیشه و بازاریابی صورت نمیگیره، و در رقابت با شرکت‌های مشابه این شرکت در واقع عقب میمونه و بقیه گوی سبقت را میروبایند.
در بازرگانی و تجارتی که مشتری وجود نداشته باشه، اصلا این تجارت و این بازرگانی ابتر هست، بی حاصل هست و قطعا محکوم به فنا و نابودی است. لذا همه شرکت های تجاری در ضمن کار و تجارت و تولید کالا و خدمات، یکی از قسمت های مهم کارشون تبلیغات تجاری است. بنابراین لوگوهای مختلف در دنیای امروز که معرف کالا هست، درست شده، نشانه های تجاری و تبلیغات به اقسام و انواع مختلف وجود داره، هم در فضای فیزیکی و زنده در داخل شهرها با بنرها و تبلیغات دیواری، و هم در فضای مجازی. و اصلا شعارشون این هست که تجارت یعنی تبلیغات، یعنی میخوان بگن که بدون تبلیغات تجارت معنا نداره. خب مشکلی نیست، این تا اینجای کار از نظر اخلاقی صورت بگیره. بله، باید صورت بگیره، جزء لوازم کار هست و ما با این مسئله هیچ مشکلی نداریم. با اهمیت. اما مشکل اونجاست که در واقع فریبکاری صورت میگیره، دروغ و هیله و نیرنگ و وارونه‌سازی حقایق صورت میگیره. بزرگنمایی میشه. بزرگنمایی میشه و در واقع اجناس فیک و بدل به جای اجناس اصیل به خورد مشتری داده میشه. متاسفانه استاد در خیلی موارد خود اصل حقیقت و جنس ها به چی بیان نمیشه. کاملا خیلی خیلی متفاوت. کاملا متفاوت. درود بر شما. کاملا متفاوت، یعنی مشتری یک چیزی رو میبینه و یک چیز دیگری به دست او میرسه، و بنابراین احساس عمومی مشتری ها در دنیا اگر مبالغه نکرده باشیم، مخصوصا در کشورهای جهان سوم، اینه که احساس غبن و خسارت و نقصان دیدگی دارن. دائما این حس بد با اونها هست که فکر میکنن پول خورد دادن، سرمایه خورد دست دادن، ولی جنسی که ارزش او پول داشته باشه به او دست نیافتن. لذا ما باید ببینیم که اینجا مشکل کجاست. نکته ای که میخوام عرض کنم اینه که مغالطه ها و سفسطه های زیادی صورت میگیره، یعنی باطل حق جلوه داده میشه و او در واقع چیزی که مورد نظر مشتری است، مشتری به او نمیرسه. حالا بحث از اینجا شروع میکنیم که ببینید مهمترین چیز، ما در جلسات قبل هم اشاره کردیم، در تبلیغات تجاری صداقت هست. درست. و این صداقت به این معناست که اون چرا که تبلیغ می شود باید مطابق با واقعیت بیرونی باشه. اگر مثلا گفته میشه که آقا این کفش یک سال مثلا دوام داره به صورت معمول، باید به صورت معمول یک سال دوام داشته باشه، از فلان جنس باشه، از فلان مواد خام باشه و بقیه موارد. مشکل در جایی در واقع ایجاد میشه که صداقت رنگ میبازه و از طریق تکنیک های تبلیغاتی، از طریق پویانمایی و از طریق ابزارهای تبلیغاتی که حالا اشاره میکنیم به اونها، جنس فیک و بدلی به مشتری داده میشه. من کوتاه عرض میکنم که چون مباحث خیلی زیادی داریم، درود بر شما، به سوالات بعدی هم برسیم. خیلی ممنون استاد. فرمودین که ابزارهای تبلیغاتی رو، خب از چه ابزارهایی باید استفاده بشه؟ بله، ببینید ابزار تبلیغات در دنیای امروز، خب دنیای دیجیتال هست، صنعت فیلم برداری هست، فضای مجازی هست، تمام حرف این است، اخلاقیون و در واقع اخلاق مداران عالم حرفشون اینه که شما بزرگ نمایی نکنید، تخریب رقبا نداشته باشید، جنس از اون چی که هست بهتر و زیباتر و مطلوبتر ارائه نکنید. من یک نکته اینجا مقدمی عرض بکنم. ببینید در مباحث اخلاقی گفته میشه که اخلاق حاکم بر جهان مدرن و سرمایه‌داری اخلاق فایده‌گرایی و لذت‌جویی است. اخلاق فایده‌گرایی میگه هر جا فایده تو تقاضا میکنه باید او کار انجام بدی و این کار کار اخلاقی است، یعنی به فکر فایده خودت باش، به فکر فایده شخص خودت باش. حالا اگر اصول اخلاقی هم گاهی اوقات زیر پا گذاشته شد اشکالی نداره، به فکر رسیدن به لذت‌های فردی و شخصی خودت باش. این اصل اخلاقی و این فلسفه اخلاق در واقع تجویز میکند
او سیاست ماکیاولی که میگفت هدف وسیله رو توجیه میکنه برای رسیدن به سود بیشتر، برای رسیدن به منافع و لذات گوناگون بیشتر و فزونتر، حاضر هستن از هر راهی در واقع برای تطمیع مشتری، برای فریب دادن مشتری استفاده بکنن و به اون منفعت و سود برسن. که مثلا استاد خب با توجه به این پیشرفت صنعت و تکنولوژی و فناوری و این وسیله هایی را که به میان آمده و سهولت خوب را ایجاد کرده برای تولید، خود در بازار مثلا کالا زیاد شده. بله. به جایی که کیفیت را استاد ببرن بالا و قیمت را مناسب سازی بکنن و موارد دیگه ای را که برای مثلا به مصرف رسیدن کالا نیاز هست به کار بگیرم، متاسفانه تخریب میکنه رقیب کالای مشابهی که در بازار هست. بله. مشخصا ای والا تاثیر مثبت شاید یک چیز بیشتر بتونه به جیب خودش بندازه. اون بله. تاثیر منفی چی هست استاد؟ تاثیر منفیش اینه که اصول اخلاقی در جامعه زیر پا گذاشته میشه. بله. انسان ها به لحاظ اخلاقی در واقع صداقت در جامعه رنگ میبازه. ببینید می یک نمونه عرض میکنم. استفاده از زنان در تبلیغات، نه. استفاده از کودکان، استفاده از قهرمانان ورزشی و هنری و چهره‌های مشهور، این باعث میشه که دروغ در جامعه ایجاد بشه. در جامعه‌ای که دروغ بود، در اون جامعه خیر و برکت و منفعت از بین میره و تقوای اخلاقی دیگه وجود نداره و به اصطلاح سنگ روی سنگ بند نمیاد، یعنی اعتماد اجتماعی از بین میره. وقتی اعتماد از بین رفت، نظام میشه نظام دروغین، نظام پر از فریب، حیله، مکر، و در چنین شرایطی است که در واقع نظامات اخلاقی وقتی در جامعه از بین بره، بزهکاری ایجاد میشه، ابتذال فرهنگی درست. ایجاد میشه درست. با مشکلات دیگه. خیلی ممنون، لطف کردید. بیننده های عزیز گرامی، سپاس از همراهیتون. یک میان برنامه کوتاه رو با هم میبینیم و دوباره برمیگردیم. بیننده های عزیز گرامی، دوباره خوش آمدید. مثبت 964-780-255-413 پول ارتباطی میان شما و برنامه‌ای به وقت بیداری هست. میتونید نظریات زیبا و یا هر گونه سوال، انتقادات و پیشنهادات را دارید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساب ما با ما در میان بگذارید. و همچنین خبر خوش دیگر خدمتتان میخوایم عرض بکنم. همه بی صبرانه منتظر خبرهای خوش و برنامه‌های زیبایی را همچنان از تلویزیون جهانی هادی تیوی تحت عنوان مکتب هادی باشید. برنامه‌های زیبا و آموزشی خوب را تقدیم حضور گرم شما خوبان خواهد کرد و به زودی از این دریچه پخش خواهد شد. همچنان بیننده برنامه به وقت بیداری هستیم و در روبروی شما خوبان و در خدمت جناب دکتر توکلی. استاد سلام مجدد خدمت شما. بس چرایی تخریب بود در دنیای تبلیغات تجارت؟ بله، سوال خیلی خوبی است. میخوام یک اشاره کوتاه داشته باشم به نظام تبلیغاتی در جهان مدرن، نظام سرمایه‌داری، و بعد به فرمایش شما خیلی کوتاه برسم. ما عرض کردیم که در نظام سرمایه‌داری جدید در واقع نظام اخلاقیش و نظام اخلاق فایده‌گراست. هدف رسیدن به فایده بیشتر، سود بیشتر، منفعت بیشتر، و در واقع یک نوع فردگرایی منحطی وجود داره که در این فردگرایی اساس لذت جویی های فردی است. یعنی میخوان به لذت بیشتر برسن برای منافع شخصی خودشون، در حالی که این خیلی جاها با او اخلاق تجاری که در اسلام هست منافات داره. درست. من میخوام اشاره بکنم به چند تا مصداق از مصادیقی که در واقع وجود داره در تبلیغات امروزی. یکی اینه که متاسفانه از زنها و
و از مسائل جنسی به صورت بسیار بدی برای تبلیغات کالاهای تجاری استفاده میشه که این خودش خلاف نظام اخلاقی هست و خلاف در واقع اخلاق تجارت هست از نظر ادیان ابراهیمی، از جلوه های سمعی بصری خیلی بد و تحریک کننده استفاده میشه. بعضی از افرادی هستند که اینها، خب حالا بینندگان عزیز ما میفهمن، اصلا شغل و حرفه اونها این هست که میرن مثلا به صورت کاذب یک بدن خیلی آنچنانی درست میکنن، اینا مدل کالا هستن و صرفا لباس ها رو میپوشن برای اینکه مشتری تحت تاثیر قرار بدن، یعنی عقل او تحت تاثیر احساس و شهوت او قرار بدن و مشتری فریب بخوره بیاد جنس بخره. این قضیه هم در مغازه ها و هم در بازار هست و هم در فضای مجازی و در تلویزیون ها و پیام های بازرگانی خیلی زیاد وجود داره. استفاده از در واقع تبلیغات منحرف کننده برای کودکان، بسیاری از مواد غذایی مضر برای کودکان به وسیله پویانمایی و انیمیشن تبلیغ میشه. مثلا فرض کنید که ببینید بعضی از محصولات هست که پزشکان میگن آقا کودکان نباید از اینا استفاده بکنن، مثل بعضی از پفک ها یا بعضی از محصولات دیگه. اینا توسط شرکت های تبلیغاتی بسیار آب و رنگ و لعاب داده میشه و در تلویزیون در فضای مجازی تبلیغ میشه، کودکان رو فریب میده فقط به در جهت این که این کودک بیاد و پدر و مادر مجبور بکنه برای خرید این ماده غذایی یا این لباس یا این کفش یا این وسیله بازی، و دیگه نتایج اخلاقی مضر و آسیب رسان مد نظر او تبلیغ کننده نیست و این خلاف اخلاق. ما خیلی وقتا شاهد بودیم که مثلا بعضی از نوشابه ها، حالا در کشورهای اسلامی نوشابه های الکلی نیست ولی در کشورهای اروپایی نوشابه های الکلی یا حتی موادی که قطعا مضر هست، بعضی از چیپس ها مثلا که ضرر داره برای کودکان، اینا استفاده میشه و گاهی اوقات از تهدیدها و تطمیع ها استفاده میشه. مثلا گفته میشه که اگر از این خمیر دندان ما استفاده نکنید دندان های شما همه خراب میشه. خب ببینید یک نوع تهدید مشتری است، یا تطمیع میکنه میگه اگر مثلا از این وسیله استفاده بکنید تمام پوسیدگی های دندان شما همه خوب میشه، در حالی که اینم دروغ هست. این دروغ های عجیب و غریب متاسفانه وجود داره. گاهی اوقات بزرگ نمایی و تحریف عقاید میشه، یعنی یک چیزی که هیچ ارزش ذاتی نداره به او ارزش داده میشه. مثلا میگه آقا این لباس را اگه بپوشی اضافه وزن تو کم میشه برای افراد چاق، یا مثلا اگر این لباس بپوشی برای افراد لاغر میگه تو چاق میشی. این هیچ ارتباط عقلانی بین پوشیدن این لباس و چاق یا لاغر شدن وجود نداره. نکته بعدی بهره‌گیری وسیع از شایعه و شایعه پراکنی است. یعنی یک سری مثلا فرض کنید در زمان کرونا بعضی از داروهای تقلبی و فیک وارد بازار میشد، میگفتن اگر از این دارو استفاده بکنید کلا مبتلا به کرونا نمیشید یا اگر کرونا گرفتید خوب میشید. بله، در حالی که این هیچ مبنای علمی نداشته و نداره. او در واقع سیستم تبلیغاتی از نظر اخلاقی حق چنین تبلیغی نداره و هدف او اینجا به دست آوردن سود و سرمایه و فریب دادن مشتری است. گاهی اوقات هدفشون ایجاد تفرقه و کاهش سطح آگاهی های عمومی در جهت فروش کالا و خدمات هست. یعنی مثلا فرض کنید یک جنسی از کشورهای غربی وارد کشورهای اسلامی میشه، فرض کنید که یک محصول فرهنگی، یک فیلم مثلا وارد کشورهای اسلامی میشه، تبلیغات عجیب و غریب داره که میگه اگر این فیلم نگاه بکنی مثلا فلان معضل فرهنگی در جامعه حل میشه. مثلا فرض کنید در نظام آموزشی و تحصیلی میگه اگر فلان سی دی فلان برنامه نگاه بکنی در درس ریاضی و فیزیک و کیمیا مثلا موفق میشی، در حالی که خیلی ارتباطی بین اینا نیست. در حتی در نظام آموزشی تبلیغات تجاری مسموم، بزرگنمایی های زیاد
و تحریف ها، شایع پراکنی ها در جهت رسیدن به سود فراوان بسیار زیاد هست که اینا خلاف در بعض از موارد شاید از یک فیلم یک نکته آموزنده ای را یاد بگیره، یک چیز را، ولی بس این شده که در دنیای تجارت اینه کلن مردم بی اعتبار شه نسبت به این موضوع، اصلا هیچ گونه اعتنا و اعتماد را نسبت به این موضوع نداره. این 80% وقتی که میبینه تبلیغات دروغه، حتی اگر یک وقتی به یک کسی بگی که فلان فیلم را دیدم، بله، این نکته آموزنده را ازش گرفته، میگه نه بابا فیلم دقیقاً. از فیلم کس چیز یاد میگیره. اصلا دقیقاً در تایید فرمایش شما، ببینید یکی از آثار دروغ اینه که نظام اعتماد بین مردم از بین میبره. اگر روزی کسانی به هر دلیلی راست هم بگن، یک منفعت جدی هم وجود داشته باشه دیگه، چون اعتماد از بین رفته، بله، مردم به او رو نمیکنن و نسبت به او رویگردان میشن. و نکته اینجاست که ما میخوایم ببینیم اصلا اصول اخلاق تجاری در اسلام چی هست. من خیلی خلاصه عرض کنم و بعد در ادامه برنامه میگیم. اسلام و ادیان ابراهیمی و اخلاقیون میگن آقا باید تقوای در تجارت رعایت بشه، تقوای در تبلیغات رعایت بشه، که حالا این تقوای در تبلیغات و تجارت ما خدمتتون عرض میکنم. درست. همین سوال ما استاد همی بود، در آموزه های دینی ما میگه که تبلیغات باید تناسب با هنجارهای اجتماعی فرهنگی تبلیغاتی، بله، خب اجتماعی اینها، بله، همراه باشه. بله. یعنی چی؟ خب چیکار باید؟ بسیار عالی. خب من الان چند مورد خدمت شما عرض میکنم برای که ببینیم که واقعا تبلیغات تجاری سالم چی هست. ببینید اسلام و ادیان ابراهیمی معتقدند که انسان در تمام شرایط باید خدا را حاضر و ناظر بر اعمال و زندگی خودش ببینه، یعنی در واقع خدا ترس باشه. خدا ترس بودن به این معناست که مقام قاضی بودن خدا را هیچ وقت فراموش نکنه. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. یک. دوم این است که در بین طرفین معامله اصول اخلاقی رعایت بشه. یعنی چی؟ یعنی فعالیت اقتصادی به قصد رسیدن به رزق حلال باشه، نه برای به قصد رسیدن به سود فراوان و فریب دادن مشتری و رسیدن به منفعتهای بادآورده. ای دوم. سوم، باید اطلاعات کامل و صحیح و دقیق به مشتری داده بشه، از هر گونه فریب، غبن، در واقع حیله و مکر و بزرگ نمایی یا کوچک نمایی رقیب در واقع احتراز و دوری بشه. در این مورد شدیداً اخلاقیون و ادیان و انبیا تأکید کردند که در حرفاتون متوجه باشید که شایعه ایجاد نکنید. شایعه یعنی خبر دروغ و غیر واقعی. نکته بعدی این است که از غلو و کارهای مبالغه آمیز دوری کنید. گاهی اوقات در تبلیغات غلو صورت میگیره، یعنی یک نوع بزرگنمایی کاذب و دروغین که هیچ ارتباطی با واقعیت و حقیقت نداره، که بینندگان عزیز ما مصادیق و نمونه های قضیه خودشون در زندگی روزمره رو میبینن. بحث بعدی که در اخلاق تبلیغات وجود داره از نظر اسلام، نفی سوگند و قسمه. گاهی اوقات در تبلیغات قسم‌های آنچنانی خورده میشه، متاسفانه، که این قسم اصلا باعث بیبرکتی تجارت و در واقع بازرگانی میشه و از نظر اسلام کاملا مردود و مکروه هست. و نکته بعدی که خیلی مهم هست، تبلیغ نکردن کالاهای حرام. ببینید ما حق نداریم کالای حرام را تبلیغ بکنیم. مثلا ببینید در کشورهای اروپایی ما داریم در تبلیغات گوشت خوک را تبلیغ میکنه، نعوذ بالله، نسجی رو بالله، مشروب و خمر تبلیغ میکنه. خیلی چیزایی که اصلا حرام از نظر اسلام اینا تبلیغ میشن، در حالی که مواد مخدر خدای نکرده تبلیغ میشه که خلاف اخلاق و خلاف دین هست. عدم سوء استفاده از زنان و کودکان در تبلیغات تجاری که در دنیا امروز متاسفانه بسیار زیاد هست. هدف اونها اینه که از در واقع شهوت بیننده تحریک بکنن در جهت رسیدن به سود و منافع زیاد. سوء استفاده نکردن از در واقع کودکان در کار، سوء استفاده نکردن از احساسات مثبت و منفی بیننده و شنونده. یک موسیقی ها، میوزیک های خاصی میگذارن که شما تحت تاثیر قرار میگیرید و عقل و منطق و استدلال در شما در واقع فراموش میشه. نکته بعدی که من خیلی سریع عرض میکنم چون وقت نیست، در تبلیغات نباید خسارت به دیگران زده بشه. هر جا خسارتی به هر نحوی به دیگران زده میشه از طریق تبلیغات ما، این تبلیغات خلاف دین و خلاف اسلام هست. پرهیز کردن از رساندن عیب به دیگران. درود بر شما استاد. یک میان برنامه ببینیم بعد دوباره در خدمت شما.
بیننده های عزیز گرامی، سپاس از همراهیتان. پس از میان برنامه کوتاه دوباره ما را همراهی کنید. ساعت پخش برنامه های آموزشی مکتب هادی، شنبه ریاضی صنف 7 10 تا 10:30، کیمیا صنف 8 10:30 تا 11، دری صنف 9 11 تا 11:30، یک شنبه کیمیا صنف 7 10 تا 10:30، فیزیک صنف 8 10:30 تا 11، بیولوژی صنف 9 11 تا 11:30، دوشنبه فیزیک صنف 7 10 تا 10:30، ریاضی صنف 8 10:30 تا 11، کیمیا صنف 9 11 تا 11:30، سه‌شنبه بیولوژی صنف 7 10 تا 10:30، دری صنف 8 10:30 تا 11، ریاضی صنف 9 11 تا 11:30، چهارشنبه دری صنف 7 10 تا 10:30، بیولوژی صنف 8 10:30 تا 11، فیزیک صنف 9 11 تا 11:30. مکتب هادی، دریچه دانایی. بیننده های عزیز گرامی، دوباره خوش آمدید و یک سلام هم عرض بکنم خدمت اویده از عزیزایی که تازه به جمع بیننده های ما پیوستند. سپاس از این که در کنار کانون گرم خانواده برنامه به وقت بیداری از تلویزیون جهانی هادی را برای دیدن انتخاب کردید. مکتب هادی عنوان برنامه جدید و آموزشی هست که به زودی از طریق این پنجره، یعنی تلویزیون جهانی هادی، تقدیم حضور گرم شما خوبان و عزیزان خواهد شد. همچنان بیننده برنامه وقت بیداری هستید، در خدمت جناب دکتر توکلی هستیم. استاد سلام مجدد خدمت شما. استاد، بحثی بود که اصول تبلیغاتی را که اسلام باید رعایت بکنه. بله، ما چند مورد عرض کردیم، یک دو سه مورد باقی مونده که من اینا فکر میکنم چون خیلی مهم هست بینندگان عزیز ما توجه بیشتری داشته باشن. نکته بعدی اینه که ببینید، پنهان کردن عیوب کالا در تبلیغات نباید صورت بگیره. اگر عیب کالا شما با تکنیک های جدید جلوه های سمعی بصری و با استفاده از تکنیک فتوشاپ و بقیه تکنیک هایی که در فضای مجازی هست عیب کالا پنهان بکنید و برعکس او عیب تبدیل به یک مزیت بکنید و به بیننده و شنونده در واقع القا بکنید که این کالای ما کالای بی عیب و نقصی هست و دارای امتیازات فراوان هست، در حالی که این کالا فاقد ای امتیازات هست، این خلاف اخلاق هست، خلاف اسلام و خلاف ادیان هست و در واقع یک نوع دروغ و فریب هست. و اگر مشتری در واقع شکایت بکنه و کار به مراجع قضایی بکشه، میتونه از فروشنده و از تبلیغ کننده شکایت بکنه و به حق خودش برسه. اما متاسفانه در دنیای امروز چون اونقدر مشغله زیاده، گرفتاری زیاده، انسان‌ها گرفتار چرخه تولید و مصرف هستن، خیلی وقتا از حق خودشون میگذرن، فریب میخورن، دوچار خسران و زیان میشن، اما دیگه درست. کار به شکایت نمیرسه و این چرخه باطل، این دور باطل همچنان ادامه داره و یک نظام استثماری در واقع ارباب رعیتی وجود داره بین سرمایه‌داران بزرگ جهان و مصرف کننده ها. اونا دائما به فکر فریب دادن مشتری و رسیدن به سود بیشتر هستن و مشتری های بیچاره دائما خودشون رو قربانی این نظام سرمایه‌داری میبینن که با زحمت فراوان پول و سرمایه رو به دست میارن و به اندک زمانی بله این پول و سرمایه از دست اونها میره و هوا ان منصورا به تعبیر قرآن گیر اونها میاد. بنابراین عرض کردیم که یکی دیگه از اصول اسلام اینه که از پنهانکاری عیوب در واقع دوری بشه. نکته بعدی، در تبلیغات نباید رقیب ستیزی صورت بگیره، یعنی تخریب رقیب، بی‌آبرو کردن رقیب یا کالای رقیب، دروغ بستن به رقیب، شایع پراکنی در جهت تخریب یک شرکت دیگه، مغازه دیگه و یا سازمان تجاری دیگه، این خلاف اسلام هست، خلاف اخلاق هست. ولی متاسفانه ما میبینیم که در تبلیغات تجاری چون این چیزهایی اتفاق میفته، مقایسه های بی جا اتفاق میفته. مثلا دو تا دریشیر با هم مقایسه میکنن، یکی از شرکت رقیب
کت و شلوار یا یکی از مثلا شرکت خودشان و برای او عیب‌های فراوان می‌تراشند، برای جنس خود مزایای فراوان، و این کار خلاف اخلاق است. نکته بعدی نهی از تبانی به منظور فریب است. خیلی وقتا می‌بینیم که بین تبلیغ کننده و تلویزیون که تبلیغ میشه، تبلیغ در واقع بین او شرکت تبلیغ کننده و تلویزیون یا بین یک سایت مثلا فرض کنید تبلیغ کننده تبانی صورت میگیره، رسانه‌های اجتماعی، بله رسانه‌های اجتماعی با هم تبانی صورت تبلیغات میشه دیگه. دقیقاً یک مافیا وجود داره که اینجا پول‌های فراوان رد و بدل میشه بین دلال‌ها، به واسطه پول‌های زیادی که میگیرن تطمیع میشن و کالای معیوب بی ارزش بسیار خوب و جالب و پر از مزایا معرفی میکنن به مشتری و مشتری بیچاره هر چی قیمتش بالای حتما کیفیتش بالای همون یا چیز دیگه استاد، هم این هست و هم چیزای دیگه. یعنی ببینید مثلا فرض کنید مهندسین تبانی میکنن با بلدیه، با نظام مهندسی شهر و با تلویزیون. خانه هایی می سازن که اینها اصلا در مقابل زلزله مقاوم نیست و اصول اصلی خانه سازی در اونجا رعایت نشده، بعد تبلیغات میکنن و مشتری بیچاره فریب میدن. مشتری میاد با یک ظاهر بسیار جذاب و یک ظاهر فریبنده مواجه میشه، پول و سرمایه عمر خورد میده، بعد با یک زلزله مثلا 3 یا 4 ریشتری میبینه که خودش و خانوادهش بله این خانه از بین رفت. طرف هم که میخواد خانه رو استفاده بکنه دیگه فکر میکنه که فلان مهندسا و فلان شرکت و فلان مثلا بله دمدستگاه ساخته حتما خوب و قویه. دقیقاً از یک اعتبار، از یک برندی که قبلا جواب داده سوء استفاده میشه برای فریب‌های کلان و متاسفانه در این زمان دیگه کسی پاسخگو نیست. باید حکومت و حاکمیت شرایط و سازوکاری رو درست بکنن که جلوگیری بشه از چنین تبلیغاتی. نکته آخر اینه که ببینید در اسلام شایعه پراکنی به هر صورتی محکوم و مردود هست. آیه شریفی که میگه ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، کسانی که دوست دارن که فاحشه و فحش در لسان قرآن و در زبان قرآن به معنای منتشر کردن هر عمل غیر اخلاقی و بد هست، صرفا به معنای در واقع فحشای جنسی نیست، یکی از مصادیقش فحشای جنسی است. هر عمل غیر اخلاقی و غیر واقعی وقتی در بین مؤمنین و در جامعه اسلامی منتشر بشه که مصداق کذب و فریب داشته باشه، این میشه مصداق همین آیه شریفه. قرآن میگه کسانی که امور کاذب و دروغین و فیک و بدلیر بین مؤمنین اشاعه میدن و نظام اعتماد جامعه به تعبیر بنده وارونه میکنن، متزلزل میکنن و اعتماد روانی در جامعه از بین میبرن، اینا دوچار عذاب علیم میشن در دنیا و آخرت. بله. در روایات اسلامی هم به شدت این قضیه محکوم شده. نکته آخر توصیه به صداقت و انصاف هست. اسلام و ادیان ابراهیمی توصیه فراوان دارن به اینکه در تجارت و در تبلیغات ما اهل انصاف و اهل صداقت باشیم و حضور خداوند را در زندگی و تجارت فراموش نکنیم. درود بر شما. استاد تبلیغات کالاهای مضر مثل دخانیات اینا چه حکمی داره؟ بله نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودید. ببینید او اصل اخلاقی فایده گرایی که خدمت شما عرض کردم که اصلا نظام و سیستم دنیای سرمایه داری مبتنی بر فایده گرایی و لذت جویی هست، میگه که شما کالار بفروش به سود فراوان برس حتی اگر مشتری ضرر بکنه. گاهی اوقات در تبلیغات تجاری چیزهای مضر تبلیغ میشه، مثلا دخانیات، سیگار تبلیغ میشه، در حالی که تمام پزشکان و تمام نظام پزشکی معتقد هست که سیگار به هر عنوانی مضر هست برای سلامتی انسان. خودش هم منویسه. بله گاهی اوقات محصولاتی تبلیغ میشه که در دراز مدت باعث این میشه که سلامتی افراد دچار مخاطره میشه، ممکنه در کوتاه مدت شما متوجه نشید. بعضی از محصولات مثلا کیک ها یا بعضی از مواد خوراکی یا بعضی از چیپس هایی در تلویزیون تبلیغ میشه که جا میفته، چون برندسازی میشه، مخصوصا کودکان و نوجوانان به سمت او رو میارن، میخورن، الان میخوره، 6 ماه بعد، 1 سال بعد خدای نکرده سرطان میگیره. یعنی پزشکان معتقدن که اگر این محصول زیاد مصرف بشه در جامعه نظام سلامت در جامعه دچار اختلال میشه و اصلا بعضی از قرص ها و داروها
برای دانش آموزان، برای محصلین تبلیغ میشه که اینا میخورن شب امتحان و سیستم مغزی اونها دچار مشکل میشه، دچار سکته های مغزی و قلبی میشن. هر چیزی که سلامت جسمانی، سلامت روحی روانی، سلامت آموزشی و سلامت اقتصادی جامعه به مخاطره بیاندازه، تبلیغ او اخلاقا مجاز نیست و غیرقانونی هست. اما متاسفانه در دنیای امروز و مافیای اقتصادی و سرمایه‌داری که وجود داره این چیزها تبلیغ میشه. بعضی از لباسهایی تبلیغ میشه که این لباسها بسیار مضر هست و باعث این میشه که کودکان ما، نوجوانان ما دچار انحرافات اخلاقی و جنسی بشن. خب این در دراز مدت مضر هست، ولی در صورتی که پدرها و مادرها شاید متوجه نباشن. اینجا باید سازمانهایی و سیستمی وجود داشته باشه. حاکمیت باید در واقع به عنوان مدعی عموم باید جلوگیری بکنه از چنین تبلیغاتی و اجازه نده که منفعت عمومی به خطر بیفته و حقوق و در واقع او چیزایی که باید مردم از او برخوردار باشن اونها باید محفوظ باشه و به مشکل نخورن. استاد خیلی کوتاه مختصر اگر ایران پاسخ بدن که چه تفاوت بین بازار اسلام و بازار مثلا غیر اسلام یا جهان غرب و جهان نسبتا مدرن را که اونها دارن، مثلا خود یک سر تفاوت هایی باید باشه دیگه. الان ما مثلا گوشت خوک را میگیم تبلیغات، در جمع تبلیغات مضر بده دیگه، درسته؟ برای که خب یکی از دلایلش ای است که گوشت خوک را حرام میدونن، ولی خب اونا تبلیغات میکنن و این چیزی هم نمیبینن. نکته خیلی خوبی فرمودید. ببینید ما یک چیزی داریم به نام سیاست تجاری و سیاست تبلیغاتی. اصول سیاست حاکم در جهان امروز سیاست ماکیاویلی است. ماکیاویل میگفت که هدف وسیله را توجیه میکند، برای رسیدن به هدف از هر وسیله‌ای ولو وسیله غیر اخلاقی میشه استفاده کرد. در حالی که اسلام معتقده که هدف وسیله را توجیه نمیکنه، برای رسیدن به هدف خوب از وسیله خوب باید استفاده کنیم. ما حق نداریم برای رسیدن به هدفمون از هر وسیله ولو نامشروع و غیر اخلاقی استفاده بکنیم. او تقوای اخلاقی که در اسلام هست در معامله، در تجارت، در تبلیغ و در همه قسمت‌های زندگی ما باید خودش رو نشان بده. اینکه حضرت ابراهیم میفرماید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، میخواد بگه من در همه لحظات و آنات و جلوه های زندگی خودم حضور خداوند و حضور اخلاق در زندگی احساس میکنم و هیچگاه پاخور از گلیم اخلاق بیرونتر نمیگذارم و همیشه معتقدم که یک خدای عاقل، دانای، قادر، عادل و حاکم هم در دنیا و هم در آخرت ناظر اعمال ما هست. یعنی فرق نمیکنه در هر کجای دنیا هست اصول اخلاقی رو باید رعایت بکنی. باید رعایت بکنی، ولی در نظام سرمایه‌داری جدید اصول اخلاقی متاسفانه رعایت نمیشه. هدف این است که به سود و منفعت فراوان برسد، هر چه باد آباد، هر چی پیش آمد. اگر یک غذایی به شما تبلیغ میکنن شما میخورید، یک مثلا محصولی خدای نکرده بنده یا شما بعد از یک سال دچار سرطان میشیم، دچار بیماری های آنچنانی میشیم، دیگه او آدم پاسخگو نیست و مسئول نیست. پا را میگذارن بر روی وجدان اخلاقی. درود بر شما. خیلی ممنون استاد، لطف کردید. تشکر از حضورتان. ان شاء الله خیر و سلامتی بدرقه راهتان باشه. جز خدا کیست که در سایه مهرش باشیم، رحمت اوست که پیوسته پناه من و توست. بیننده های عزیز گرامی، سپاس از این تا این دم با ما همراه بودید. این بود برنامه امشب به وقت بیداری، تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید. تا برنامه بعد همه تان را بر لاه پاک به همتا می سپارم. ایام به کامتان، وقت خوش، خدا نگهدار.